موضوع استهلاک و از کار ناوگان هواپیماهای مسافربری ایران بار دیگه تبدیل به یک موضوع روز شده. اخیرا رسانه های رژیم گزارش کردند که اکثر هواپیماهای مسافربری شرکت های مختلف به دلیل استهلاک و نداشتن قطعات یدکی زمین زمینگیر شدن. همراه میشیم با سروان خلوان مصطفی وجدانی تباتبایی تا یک مقداری بیشتر ما رو در جریان وضعیت خطیر ناوگان هوایی قرار بدن. به شما خوش آمد میگم آقای تباتبایی. ابتدا ما رو تو جریان این وضعیتی که رسانه های رژیم از این ناوگان هوایی میگن برامون بگین و خلاصه میزان استهلاک و ایمنی پروازهای اونها رو خودتون چطور ارزیابی کردین من هم سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیز خب همین یعنی شما نگاه بکنید آمارایی که خود رژیم اعلام میکنه حدود هفتاد تا هواپیما داره که اینا به صورت جاری در استفاده میباشن که عمر متوسط این هواپیما ها 20 سال هستش یعنی هواپیما هایی که الان شما نگاه کنید در کشورهای خود دور ایران منطقه رو نگاه بکنید عمر هواپیما هاشون 5 سال هستش ولی هواپیماهای هواپیما های کشوری در ایران 20 سال عمر میکنه حالا چرا این علت چی هستش به دلیل اینکه رژیم مماشاتی در پیش داره از کشورهای خرید میکنه که باهاش تنظیمی بکنند در رابطه همین مماشات تایید بکنن اینا میره از همون کشورها هواپیما رو میخره و به این صورت در میاد که این ناوگان هواپیمایی ایران در این نقطه قرار گرفته آی تبایی طبعی... حالا با وجود این وضعیت شاهد هستیم که از یک طرف قیمت بلیت هواپیما هر روز داره گرونتر میشه از طرف دیگه خدمات و سرویس دهی تو این شرکت ها خیلی داره پایین میاد و کسی هم خب پاسخگو نیست موارد این چین بسیار بوده اساسا میخواستم از شما بپرسم که سیستم کنترلی هواپیما های مسافر برای تو ایران چگونه است؟ من, من بخوام یه مختصری بگم راجع به کنترل اصطلاح که شما اشاره کردید راجع به مینتنس سرویس و نگهداری تعمیرات این صورت هر هواپیمایی یک شناسنامه داره در این شناسنامهش قید میشه که باید چه کارهایی روش انجام بشه یعنی فرض کنیم مال یک هفته آینده یک ماه آینده حتی شش ماه آینده پس این که این هواپیما ها به این صورت باقی میمونند. و حتی من دیدم مسافرین تو خود هواپیما هستن تو ترمینال هستن اینا دارن کار تعمیرات میکنن ببینید وضع مدیریت تا کجا فاجعه آمیزه که مسافرین تو هواپیما هستن بعد تو خود شناسنامهش درد شده که این هواپیما مثلا باید این قطعش عوض بشه و بعد این هواپیما بعد هواپیمای زاپاس هم میذارن علا رقم این که هستش هواپیمای زاپاس هم میذارن که اگر نشد این هواپیمار. یعنی منظورم این که ببینید برنامه ریزی ها تا کجا فاجعه ها میزه که اینا حتی نمیتونن یک موضوع ساده ای رو برنامه ریزی بکنن که بتونن این خدمات بدن بخواه و بعدش هم این که شما گفتید که راجب نرخ بلیت های اینا برها کسری بوجهش تو همین نقطه میخوان تعمین بکنن یعنی واقعا بی این هیچ کاری دیگه ندارن هر جا که بتونن دست میکنن تو جیب مردم و, و شروع میکنن از جیب مردم برای خرج سرکوبشون دادن البته من بگم این رژیم که همین یعنی تو این نقطه ای قرار گرفته شما نگاه بکنید خب اینا میان خیلی حرفای بزرگ میزنن و های بزرگ میان مثلا میاد پاستار فدوی میاد راجب به فیزیک کوانتوم صحبت میکنه که اصلا من نمیدونم مثلا میدونه چی هست یا اینکه مثلا پست سلامی میدی راجی به هم مستعان همون کرونوریاب که اختراع کردن صحبت میکنه یا مثلا پاستار باغری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح میاد رو در رابطه با تونل های زیر کوه صحبت میکنه که هواپیما از اونجا خارج میشن میرن اهدافشون رو میزنن و برمیگردن و بعد میرن زیر تونل میرن زیر اون تونل و قاری که هستن شما نگونه انگار دارن داستان تخیلی صحبت میکنن تعریف میکنن انگار داره راجب داستان آلیس در سرزمین عجایب داره صحبت میکنه یعنی واقعا آدم شک میکنه این چه وضعیتی بی دلیل هم نیست که مردم ایران تو این نقطه قرار گرفتن و بجز ساقت کردن و سرنگونی این رژیم هیچ چیز ای نمیتونه جایگزین باشه. بله بسیار سپاسگزارم از شما سوان خلبان مصطفی وجدانی تباتبایی طب که تو این گفتگو همراه ما بودین و از وضعیت نافگان هوایی رژیم برامون گفتین. خیلی ممنون آیت تباتبایی طب و, و خدا نگهدار شما. من هم سپاسگزار و قدردان هستم. درود بر شما.